گفته افلاطون توجه کنید. در هر فردی یک چشم روح وجود دارد که بیش از هزاران چشم فیزیکی برای دیدن حقیقت ارزش دارد. چشم روح به تنهایی برای احیا کردن هماهنگ شده است و توسط قوانین ریاضی نظم داده می شود. این گفته افلاطون من را به یاد گفته های نیکولا تسلا انداخت. به گفته او اگر ارزش جادویی اعداد 3، 6 و 9 را بدانید کلید به تمام جهان را خواهید داشت. خب به گمانم این موضوع اعداد را باید با دقت بیشتری بررسی کنید. دانید که بزرگترین عدد یک رقمی عدد 9 است و در واقع بزرگترین عدد عدد 9 است و دیگر اعداد از حاصل جمع و ضرب اعداد تک رقمی به وجود می آیند. در واقع عدد 9 مهمترین عدد و عدد تکامل است که در هر کجای جهان وجود دارد، اما از دید همه پنهان است. ما اجازه دهید تا عدد 9 را در جایی که خودمان زندگی می‌کنیم جستجو کنیم. جغرافی‌دانان برای مشخص کردن هر نقطه از زمین به کمک خطوط فرضی تقسیماتی را روی زمین در نظر گرفتند. مهمترین خط فرضی خط استوا است که به صورت دایره دور تا دور زمین به طول حدود 40 میلیون کیلومتر در نظر گرفته شده است و کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. خطوط فرضی دیگری هم وجود دارند که از قطب شمال شروع و به قطب جنوب ختم می شوند که نصف النهار نامیده می شوند. حالا اجازه دهید تا ابزار لازم برای ترسیم اشکال هندسی که علمی قدرتمند برای کشف اسرار و شگفتی های طبیعت است را برداریم و خط استوا را رسم کنیم. حالا به فضای داخل آن از نقطه مرکزی نگاه کنید. حالا شروع به پیدا کردن و محاسبه زاویه‌های داخل آن می‌کنیم. اجازه دهید تا مقدار زاویه ها را در چند ضلعی های معمولی بررسی کنیم. شاید یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که درباره فراماسون‌ها یا ایلومیناتی‌ها شنیده اید این باشد که این افراد با دانش خاصی که دارند در پی برنامه‌ریزی برای تمام دنیا هستند. حتما می‌پرسید الگوی هندسی یا اعداد چه ربطی به اداره جهان دارد؟ جواب این است که کلید تمام هستی در اعداد است. این ریاضیات مبتنی بر ورتکس یا گردابه است. ورتکس گردابه به چرخش دایره‌ای حول یک محور ثابت گفته می شود. این چرخش منجر به مکیدن اجزایی می شود که در اطراف سیال در حال چرخش قرار دارد. از جریان آب که به درون سینک ریخته می شود تا طوفان‌های عظیم، دی ان ای، طبیعت، همه نمونه‌هایی از ورتکس هستند.
در ورتکس اعداد 1, 2, 4, 5, 7 و 8 دنیای فیزیکی را تشریح می کنند. در حالی که 3, 6 و 9 فیزیکی نیستند، اما جهان فیزیکی را به سطح کوانتومی تبدیل می کنند که به آن نمادی از روشنگری گفته می شود. به این طریق از الگوی هندسی برای اداره جهان استفاده می شود که آن را رمزگشایی ریاضیاتی جهان در اطراف یک دایره می نامند. اگر حاصل اعداد دو برابر شده را به هم اضافه کنید، یک الگوی اصولی از رشته نامحدود را نشان می دهد. دقیقاً شبیه آنچه که در طبیعت روی می دهد. 1 که 2 برابر شود حاصل می شود 2. اگر 2 2 برابر شود می شود 4. اگر 4 2 برابر شود 8. 8 2 برابر شود 16. 1 به علاوه 6 7. 16 که 2 برابر شود 32. 3 به علاوه 2 5 و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. اما اجازه دهید تا 9 را دو برابر کنیم. می بینید که 9 همیشه ثابت خواهد ماند. حالا اجازه دهید تا به 3 و 6 نگاهی بیاندازیم. هرچقدر که 3 یا 6 رو دو برابر کنیم، همیشه نتیجه 1 در میان 3 و 6 خواهد بود. دقیقا شبیه میدان انرژی برای انجام کارهای خاص. خب، حالا چرا این داره اهمیت است؟ زیرا لرزش و حرکت انرژی اینگونه ایجاد می شود. انرژی همیشه در حال تبدیل شدن است. و به این دلیل است که جهان همیشه در حال حرکت کردن است، اما در واقع هیچ کجا نمی رود. بیشک به اهمیت 3 و 6 یعنی میدان انرژی و 9 یعنی بالاترین نقطه انرژی پی بردید. حالا کمی هم به عدد 9 در زندگی واقعی نگاه کنید. منظومه شمسی در فاصله معادل 26100 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد. در 1 ساعت 3600 ثانیه است. یک انسان سالم به طور معمول 12 مرتبه در هر دقیقه نفس می کشد، یعنی 17280 مرتبه در یک روز. پس زمانی که تعادل را برقرار کردید و انرژی را در اختیار گرفتید، چشم سوم گشوده می شود و به بالاترین نقطه انرژی دست خواهید یافت. اینک چیزی بر شما پوشیده نیست. با توجه به ویدیوهای قبلی و آنچه که در این ویدیو دیدید، اهمیت چشم جهانبین، مثلث و دایره را برای فراماسون‌ها و ایلومیناتی‌ها فهمیدید. و دیدید که نه تنها ربطی به عدد 666 که شیطانی پنداشته می شود ندارد، بلکه دقیقا متناسب با کلمه ایلومیناتی، یعنی درک خاص یا دانش خاص برای محاسبه دقیق این اعداد و استفاده از آنها برای پیشبرد اهداف بود. اما نکته اینجاست که این اهداف هر چیزی می تواند باشد. حالا یک سوال مهم وجود دارد. چرا آنها در برخی از نمادها به جای مثلث از هرم استفاده می کنند؟ یا مثلث و چشم جهانبین را در بالای هرم قرار می دهند؟ مرموز بودن اهرام مصر موضوعی است که دیگر از هیچ کس پوشیده نیست. از همراست بودن آن با صورت فلکی شکارچی گرفته تا عدد پی، متر مربع و مهمتر از همه عدد طلایی. یعنی ساخت این اهرام دقیقاً با فرمول‌های ریاضی. همه و همه سوالی است که تاکنون هیچ جواب منطقی برای آنها یافت نشده است. اگر نمیدانید عدد طلایی چیست، عدد طلایی یا دنباله‌دار فیبوناچی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در طراحی است که در همه جای طبیعت مشاهده می‌شود. در گیاهان، جانوران، بدن انسان و در واقع تمام دنیا با این عدد طلایی نظم داده شده است. دنباله‌دار فیبوناچی یا همان عدد طلایی بر اساس نام ریاضیدان قرن 13 هم، لئوناردو پیزایی معروف به فیبوناچی انتخاب شده است.
در این زنجیره غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می آیند. و اگر هر عدد رو به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به عدد طلایی، یعنی 1.618034 نزدیک خواهد شد. به اعتقادات ریاضیدانان و همینطور معماران، عدد طلایی در کائنات یک ثابت به حساب می آید. در هرم بزرگ نیز با تقسیم کردن نصف محیط قاعده ای آن بر اختلاف ارتفاع بین پایین ترین و بالاترین نقطه هرم، نسبت طلایی به دست می آید که اولین بار توسط فیثاغورس کشف شد. تمام اینها نشان از آن دارد که کسی که این اهرام را ساخته است نه تنها ریاضیدان فوق العاده ای بوده، بلکه با قانون آفرینش هستی یعنی عدد طلایی آشنایی داشته است. اکنون اگر ذهنتان به طرف این موجودات رفته، بهتر است که کمی تعلل کنید، زیرا موضوع مهمتری در میان است. آنچه که ما امروز از اهرام مصر می‌دانیم، طبق گفته باستانشناسان است که می‌گویند این اهرام مقبره فرعونه مصر بودند، اما شواهد چیز دیگری را بیان می‌کنند. بن کارسون، جراح مشهور مغز و اعصاب، در سال 1998 حین سخنرانی در دانشگاه اندروز موضوعی را فاش کرد. او در این سخنرانی گفت که اهرام مصر همان سیلوهای گندمی هستند که یوسف نبی برای مهار قحطی بنا کرده بود. او اضافه می کند که گفته می شود این اهرام توسط موجودات بیگانه‌ای که از آسمان فرود آمدند و دانش خاصی داشتند ساخته شده است، اما هرگز به این که ممکن است توسط خدا ساخته شده باشد اشاره نشده است، و این در صورتی است که یوسف نبی در همان منطقه زندگی می کرده است. بررسی ها نشان می دهد که تا اواسط قرن 15 اهرام مصر را همان سیلوهای یوسف نبی می دانستند. اسکات کریتون، خبرنگار باستانشناسی، نیز در سال 2011 دقیقاً به این موضوع اشاره می کند. او در مجله اسمیتسونیان می گوید که این ایده که این اهرام به عنوان مقبره ساخته شدن تنها در ذهنیت مدرن ما فراگیر شده، به طوری که یک تئوری را تبدیل به واقعیت کردند. بنیامین، کسی که بین سالهای 1130 تا 1173 میزیست و سالها قبل از مارکوپولو به آسیا، اروپا و آفریقا سفر کرده بود، در سفرنامه زندگی خود آورده است که انباهای یوسف در بسیاری از مکانها و به تعداد بسیار زیادی یافت میشوند. آنها از سنگ آهک و سنگ ساخته شدند و بسیار قوی هستند. یک تاجر آلمانی در حدود سالهای 1278 تا 1285 سفری طولانی را آغاز کرد و در 8 سپتامبر 1284 وارد مصر شد. وی در گزارش سفر خود آورده است که 5 بنای مثلثی بلند هستند که گمان می‌رود انبارهای یوسف هستند. اما جغرافیدان بزرگ جهان محمد آل ادریسی درباره اهرام مصر از خود چیزی باقی گذاشت که این سردرگمی ها را پایان می دهد. او گفته است که این بناها مقبره فرعونه مصر هستند، اما قبل از این منظور از آنها به عنوان انبار استفاده می شدند. یوریا ثبت می‌کند که در سفر خود به مصر بین سال‌های 381 تا 84 میلادی در 12 مایلی بین منفیس و بابل هرم‌های زیادی وجود دارد که یوسف برای ذخیره غلات ساخت. اما در اواخر قرن 3 میلادی گریگوری نوعی استدلال را ثبت کرد که باعث شد این موضوع برای کسانی که حتی هرگز به خود سیلوها سفر نکردند قابل قبول به نظر برسد. او میگوید یوسف انبارهای شگفت‌انگیزی از سنگ مربع و خرد سنگ ساخته است. آنها در پایه وسیع هستند و در بالا باریک میشوند تا گندمها از طریق یک دهانه کوچک به درون آنها ریخته شود. اینها که دیدید تنها تعداد اندکی از مواردی است که میگویند این اهرام توسط یوسف نبی بنا شده است. اما آیا مصریان باستان که این همه نوشته و یادگاری از آنها بر جای مانده، در این باره چیزی برای ما به یادگاری نگذاشتند؟ پاسخ در اینجاست.
در تصویر هرم جوزه را می‌بینید که در شمال غربی شهر ممفیس قرار دارد و دیواری آن را احاطه کرده که مجتمعی را تشکیل می‌دهد. این هرم اولین و قدیمی‌ترین هرم ساخته شده می‌باشد که در سال 2670 قبل از میلاد توسط وزیر اعظم فرعون مصر به نام ایمپوتپ ساخته شده است. طبق باور امروزی ما که اهرام را مقبره میپنداریم، وزیر اعظم یا همان عزیز مصر باید این هرم را به عنوان مقبره ساخته باشد. اما حقیقت این است که این مکان یک سیلوی گندم است. در واقع سیلوی گندم در زیر هرم قرار گرفته است و غلات توسط 11 حفره که در اطراف آن هستند به داخل سیلوی اصلی ریخته میشدند. همچنین پلای باریکی هم وجود دارد که از طریق راهروی باریک به انتهای گودال‌ها راه دارد. در سال 1926 سیسیل مالابی به همراه معماری فرانسوی و یک مصرشناس فرانسوی و ژان فیلیپ توانست اکتشافات زیادی در این مجتمع انجام دهد. تیم او به مدت 50 سال بر روی این هرم کاوش کرد. در سال 1992 زلزله این منطقه را لرزاند که باعث شد تقریبا اهرام کوچک از بین برود و گودال‌ها قابل دید باشند و البته به هرم اصلی هم خساراتی وارد شد. جوزر در 11 سال خدمت ایمهوتپ به طور غیر منتظره ای درگذشت. ایمهوتپ بود که مسئولیت دفن فرعون را به عهده داشت. چه مکانی بهتر از محوطه سیلوی گندمی که او برای نجات مصر از قحطی ساخته بود. ایمهوتپ جوزر را دقیقاً در زیر هرم دفن می‌کند. عملی که فرعونه بعدی هم به آن عمل کردند. اما این عزیز مصر یا همان ایمهوتپ که بود، طبق کشفیات باقی مانده از مصریان باستان او نجات دهنده مردم مصر از 7 سال خشکسالی بود. از او به عنوان نخستین معمار و نخستین پزشک یاد می شود. نام وی یعنی ایمهوتپ در زبان مصری به معنی کسی است که با صلح آمد. او را شاعر و فیلسوف هم دانستند. اما یک موضوع دارای اهمیت است. او را نماینده خدای پتاه می دانستند. اما پتاه که بود؟ مصریان باستان پتاه را خدای خالقی می دانستند که قبل از همه چیزهای دیگر وجود داشته است و به خواست او جهان، طبیعت، جانوران و گیاهان به وجود آمد. اشتباه نکنید، این اشخاص هر یک نمادی از او را به همراه دارند و این یعنی آنها خدای ایمهوتپ را انسان و یا بت نمی پنداشتند. حالا به این کشفیات باستانی نگاه کنید. اکنون یک سوال مطرح است. آیا ممکن است که یوسف نبی و ایمهوتپ یک شخص بوده باشند؟ پاسخ باستانشناسان، مورخان و علمای دینی بله است. شاید یکی از مهمترین دلایل این باشد که مومیایی یا مقبره ایمهوتپ هرگز پیدا نشد. و البته ما طبق انجیل کتاب خروج آیه 13 باب 19 می‌دانیم که هنگامی که قوم بنی اسرائیل مصر را ترک کردند، موسی استخوان‌های یوسف را با خود برد. اما مشکل این است که تاریخ‌های مصر باستان با تاریخ کتاب مقدس مطابقت ندارد. یعنی تمام وقایع یکی است اما تاریخ‌های ثبت شده در مصر باستان تا 1000 سال عقب است. با این حال شواهد و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که تاریخ‌های سنتی مصر که مبتنی بر مانتو بوده است تا 1000 سال جابجایی دارد. بنابراین همه چیز همخوانی می‌کند. خب حالا به اهرام جیزه از بالا نگاه کنید.
در کنار اهرام بزرگ چند هرم کوچک وجود دارند، دقیقاً شبیه هرم جوزه. و البته با دقت بیشتر میتوان فهمید که روزگاری دور این اهرام دیوارهایی هم وجود داشته است. در هرم جوزر سوراخ‌هایی وجود داشت که غلات را به سیلوی اصلی هدایت می‌کرد. حالا به این تصاویر نگاه کنید. حالا این خبر را که نشنال جیوگرافی در سال 2017 منتشر کرد را بخوانید. خلأ مرموز در هرم بزرگ مصر کشف شد. اما در کنار هرم جوزر گودالی وجود داشت که توسط پله‌ها و راهروهای تنگ به سیلو می رسید. به نظر شما در اینجا هم پله‌هایی وجود دارد؟ بله، پله‌ها اینجاست، ابوالهول. حالا دلیل اهمیت داشتن اهرام را برای آنها متوجه شدید. اول اینکه توسط فرزند اسرائیل ساخته شده است. و دوم اینکه به بهترین شکل ممکن از قوانین هندسه برای ساخت اهرام استفاده شده است. و مهمتر از همه میدان انرژی. کد 9 برای رهایی تو از جانوری که میخواد به عنوان برده برای همیشه اسیرت کند از طرف خالقت درون تو پنهان است. اکنون سوال اینجاست، آیا برده نیستی؟ این چیز آنطور که به نظر میرسد نیست. ما در قسمت آخر این مجموعه جانور واقعی را به شما نشان خواهیم داد. بیشتر فیلم‌های ساخته شده توسط کمپانی پیکسار علامت A113 دیده می‌شود. آیا این یک کد خاص با معنای خاصی است؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.